استاد برشان علیکم. زنده باشید، در خدمت خوبه، فرده شما سلامت انشالله. زنده باشید، در خدمت هم. آیا امید دانا من صدا ما دارید دیگه؟ صداتون درسته؟ عالی، صدا عالی، تصویرم عالی. خواهش میکنم. یه چند تا مسئله هست من خیلی دقت کردم. دوستایی که توی بین طرفدارای شما هستن یا کسایی که لایوهای شما رو نگاه میکنن یا کسایی که برنامه های شما رو نگاه میکنن، اینا توی یک دوراهی موندن و اون این که واقعا نمیدونن که آیا شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید به واسطه جمهوری اسلامی یا طرفدار مخالفین جمهوری اسلامی هستید تا به واسطه این حمایت هایی که گاهی وقتا از جمهوری اسلامی میکنید اعتماد برخی از دوستان رو جلب کنید و در لابلای اینها از کلماتی به کار ببرید مثل مذهبی های تندرو، یا من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم یا من زرتشت هستم و در خلال این حمایت ها این عقاید مذهبی خودتون یا از همین قبیل رو به خورد این بچه هایی که دور و برتون هستن بدید. من خیلی دوست دارم راجبه به این صحبت کنید. یک، دو، این که منظورتون از مذهبی های تندرو چیه؟ چون حضرت عالی در رابطه عقیدت رو من تو برنامهاتون دیدم خیلی توضیح دادید، حتی در رابطه با خالکوبی هایی که زدید بحث یه خالکوبی ایدئولوژی دارم، هستش. خالکوبی نه همونی که آره یا انگشترهایی که یا انگشترهایی که انداختید در رابطه با اون توضیح دادید، یا برخی بعضی وقتا از عکسایی که پشت سرتون میزنید و اینها در رابطه با همین مذهبتون صحبت کردید. خب من میخوام این رو به شما بگم، آیا شما دینتون به شما گفته، مذهبتون به شما گفته که در رابطه با این قضیه تبلیغ کنید؟ و زمانی که شما به واسطه دینتون و به گفته دینتون این مذهبتون رو، عقیدتون رو، ایدئولوژیتون رو تبلیغ میکنید، شما تندرو هستید یا تابع هستید؟ خیلی دوستان راجع به این صحبت. اولا یه نکته، شما گفت بودید مخاطبا گیت شدن. نه، یه بخشی از مخاطبا که مثل شما گیت شدن، یعنی خیلی ها اتفاقا میدونم ما چی دارم، چون اصلا بخش قابل توجهی از مخاطبای من اصلا کلن با پیشینه براندازی هم و اصلا کلن از دین و مذهب بیرون اومدن، اصلا توی دنیای دیگه هم. یه مشکلی که اتفاقا یه پرانتز باز کنم، بفهم یه پرانتز باز کنم، این راحت این را هم باید توجه داشته باشین دیگه، مخاطب که ثابت نیستش، یه رو به افزایش و هم ریزش آره، داره هم شما رویش شما, شما گفتید مخاطب، برای مخاطب این بله چرا بله. دارم میگم نه برای یه بخش بله. که مثل شما یه مشکل که البته نمیخوام خواستم بگم که مشکل که مذهبی ها دارم ولی اینا عوض میکنم، مشکل که ما ایرانی ها داریم تو هر جبهه فکری، چه راست چه چپ چه با خدا چه آتیست که هستیم، مثل کپ سرمون رو تو برف میکنیم، فکر میکنیم همه مثلا همه جا تاریکه، یا مثل مورچه ای که توی یه قطره آب افتاده فکر میکنه دنیا رو آب داره میبره. یعنی تو هر تفکری که ما کردم. باشیم، من رفته بودم سخنرانی داشتم میکردم در پاریس برای سالگرد شاه دخلیلای پهلوی، دوروریه اونجا که همه بودن مثلا تو اون فضا که قرار میگرفتید احساس میکردید که کلن جمهوری اسلامی سقوط کرده، الان هم اعلی حضرت اومده و کلن حکومت پادشاهی، الان اصلا توی فضای فکری اینجوری بود. توی بین مجاهدین هم که برید همین فضاست، یعنی الان اینا سالها مثلا هم تو همین فضای فکری هم متاسفانه، یعنی بخشی از نیروهای محل با این تفاوت که نیروهای مذهبی داخل علاوه کمیت خب تعدادشون خیلی بیشتر از مخالفینه، مثلا سلطنت طلب و مجاهدین ایناست، ولی در یک نگاهی که تو 85 میلیون جمعیت هستیم در یک تفکر حبابی زندگی میکنن، یعنی فکر میکنن آقا 85 میلیون ایرانی الان اینجوریه. این که من گفتم مذهبی تون رو باز دم من گرم، چون آقای متحری یا آقای رائفی پور از واژه و لفظ خرمذهبی استفاده کردن، ولی حساسیت رو من زیاده، حساسیت چون من مثلا از اسلام، اولا مسلمون زادم، یعنی خانواده من همه شیعن، من خودم از اسلام بیرون اومدم زرتشتی شدم سال پیش، حالا این حکمش هرچی هست اون دیگه به خود دوستان مذهبی مربوطه که حالا هر حکمی میخوام بدن، اون بخشش که به من مربوطه من آگاهانه از اسلام بیرون اومدم سال پیش هم که خیلی سال 1384 اینا بود اومدم بیرون، یعنی الان چند سال شده 16 ساله
آگاهانه از دین و مذهب اسلام بیرون اومدم، زرتشتی شدم، حالا حکمشون بر که هر کاری میخوام بکنم به خودشون مربوطه، ولی چون پیشینه رو دارم حساسیت رو من زیاده. یعنی اگر مثلا رائفی پور یا آقای متحری میگه خر مذهبی، من اگر بگم تند مذهبی، این حساسیت اینجا بیشتر میشه، که تا یه حدودی هم طبیعیه. ولی اینکه فکر ما چیه، این به خاطر عدم درک اون بحث در حقیقت ملیگرایی در نیروهای مذهبیه. یعنی نگاه های سطحیه که تو همه جریانات البته هست، من نمیخوام متهم کنم، شما از زرتشتیش بگیر براندازش بگیر، متاسفانه کلا تو بیشتر طیفا یک سطح بینی خیلی مطلقی رو من میبینم که خیلی ناراحت کننده است. برای همینم پدیده‌ای چون آقای اردشیر زاهدی رو نمیتونن تفسیر کنن. اردشیر زاهدی واقعا از جمهوری اسلامی دفاع نکرد، داشت از ایران دفاع میکرد. وقتی که میبینه منافع ایران با قاسم سلیمانی اینا همخوانی پیدا میکنه، میاره قاسم. برای همین افرادی مثل اردشیر زاهدی ها یا افرادی چون منو بخشی از نیروهای مذهبی یا بخشی از نیروهای برانداز، از برانداز که کلا نمیخوام واژه بخش بگم، کل برانداز ها و بخشی از نیروهای مذهبی نمیتونن درک بکنن. کل براندازا که مثل اون فیلم مصادره آقای رضا عطاران اینا که کلا هر کسی یه کوچولو باشه مخالفشه، میگه تو با اونایی، تو با خودشونی، اون که داستانشون متفاده. اما نه، نیروهای مذهبی بخششون فهمیدن. اتفاقا یه مقاله خیلی جالبی آقای گنجی داشت تو روزنامه جوان، پدیده ی افرادی مثل من و اردشیر زاهدی رو اسم منم تو مقالهش آورد، آقای زاهدی هم داشت تحلیل میکرد، یه تحلیل خیلی خوبی داد در مورد افرادی مثل ما که خودش یه آدم چیز کاملا مذهبیه، ولی تحلیلش تحلیل دقیقی بود نسبت به بقیه. بعد بحث منافع ملیه، ما رو منافع، من یه بارم گفتم اگر من در سال 57 بودم تا آخرین قطره خونم در دفاع از شاه مقاومت میکردم، به خاطر اینکه من نمیدونستم اگر شاه سقوط کنه بعد چه اتفاقی میفته، چون تمام چیزا رو کاغذ این بود که اگر محمد رضا شاه سقوط کنه ایران تجزیه میشه، ایران نابود میشه. ولو به اینکه شد، یعنی ولو به اینکه شما یک سال و نیم کردستان از دست دادی، حالا جمهوری اسلامی اینا رو نمیاد درست بگه اون یه بحث دیگه یه. کردستان جدا شد و با رشادت های سیاد شیرازی ها و چمران ها نجات پیدا کرد. یا حتی ما خوزستان قبل از جنگ با عراق داشتیم از دست میدادیم که تیمسار مدنی که مصدقی هم بود، من ضد مصدقم ولی دمش کرد، اون و جهان آرا، محمد جهان آرا رفتن در برابر این پان عرب ها اونجا مبارزه کردن، خوزستان رو نجات دادن، تو یک روز چهارشنبه ینبول زدن اینا رو رتو پار کردن که تجزیه طلبا این روز رو بهش میگن چهارشنبه سیاه، چهارشنبه سیاه خوزستان. و بعدش هم که عراق به ما حمله کرد میخواست خوزستان رو جدا کنه. پس من به عنوان یک ملیگرا اگر الان زمان ما برگردونیم قبل مثلا توی چیز باشه، توی دی ماه سال 1357 باشیم، قطعا من تا آخرین قطره خونم در حکومت محمد رضا پهلوی دفاع میکنم. ولی به اینکه امروز هم همین کارو میکنم و برای من مهم نبود اون موقع محمد رضا پهلوی یا خامنه ایه، امروز هم روی کاغذ اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه ایران تجزیه میشه. من دیگه برام مهم نیستش که این حکومت چه ایدئولوژی داره، این اصلا خدا رو قبول داره نداره، جمهوریت اسلامیت، این حکومت آتئیست هم باشه بودایی هم باشه، خدا رو اصلا بگه هست نیست، هر چیزی که باشه من دفاع میکنم ازش، به خاطری که سقوط این نظام باعث نابودی ایران میشه. برای من اون ایرانه مهمه. بنابراین جمهوریت و اسلامیت نه تنها دغدغه من نیست، شاید با هر دوتاش هم مخالف باشم، با جمهوریت که 100%، با اسلام هم که اگه خوب خوشم میومد که مسلمون باقی میموندم، ولی بس اون هسته خود ایرانه که وصل شده چه بخوایم چه نخوایم تنیده شده با این حکومت، و این حکومت سقوط کنه، یعنی من به نظرم جمهوری اسلامی آخرین حکومت یک پارچه ایرانه. یعنی اگه جمهوری اسلامی سقوط کنه به هزاران دلیل دیگه اصلا ایرانی وجود نداره که من یه ایدئولوژی که تو ذهنم هست رو بخوام پیاده کنم یا پیاده نکنم، اصلا بس اینجاست، یه ایرانی وجود داره، ایرانی میشه تهران، اصفهان، شیراز. این کل داستان منه. حالا اینکه هر کسی از نگاه خودش شد، از زعم خودش شد یار من، حالا اینکه دیگه بقیه چه جوری به ما نگاه میکنن اون به خودش مربوطه. بعدم ما برنامه‌ای که ساختیم برای نیروهای براندازی بود که آقا جان از براندازی بیاید بیرون، دشمنی رو بذارید کنار و بفهمید این نظام اگر سقوط کنه ایران نابود میشه. این که حالا ما داشتیم تو این حوزه کار میکردیم، این که حالا یک تعداد قابل توجه از نیروهای مذهبی اومدن ما رو حمایت کردن، ما رو نگاه کردن، به خودشون مربوطه. یعنی شما این سوال و این دعوا رو باید با خود نیروهای مذهبی صحبت کنید. آقا حالا درسته که یک آدمی مثل امید دانا که دینش رو عوض کرده، به قول معروف توبه هم نکرده بابت کارهای گذشتهش،
حالا با نگاه خودش میگه ما باید دفاع کنیم از این حکومت به خاطر اینکه ایران سقوط نکنه. آیا ما نیروهای مذهبی حالا درسته از این آدم بریم کاراشو پخش کنیم یا نکنیم، اون دیگه به اون بحث اون طرفه، یعنی اینو باید نیروهای مذهبی باهاشون در من تکلیفم روشنه، یعنی هیچ تناقضی تو رفتارهای افرادی مثل من و اردشیر زاهدی و حتی داریوش و همایون که مال ساواک اصلا دوران چی مثلا، الان من با خیلی از دوستان ساواکی و موقعم دوستم تو همین موضع هستن، یعنی به این نتیجه رسیدن این حکومت ما هر چقدر هم ازش بدمون بیا سقوط کنه ایران نابود میشه. ما یه نگاه خالصانه ملی داریم، یعنی هیچ جریانی ملی تر از ما وجود نداره و این نگاه ما هستش. حالا اینکه یه تعداد قابل توجه از نیروهای مذهبی دمشون گرم حامی ما شدن کارهای ما رو پخش میکنن، اگر براشون یه چیزی مثلا اینجا مشکل داره بعد با خودشون حل کنن که آقا یه پدیده به نام امیدانه، حالا ما از این حمایت کنیم یا نکنیم اون به خودشون مربوطه. نه ببینید این درسته، نیروهای مذهبی تو هر جایی که حرف درستی زده بشه، نه اینکه فقط طبق عقاید یک مذهبی حرف درست سنجیده بشه، خیلی ما توی قانون اساسی اقلیت ها رو گنجوندیم، توی قانون اساسی یهودی ها رو گنجوندیم و غیره و غیره. اما اون چیزی که من میخوام به شما بگم در رابطه در راستای این صحبتی که کردید، یک مقدار موافقم یه مقدار مخالفم. مخالفتم تو بحث اسلام و جمهوریته، خب که شما میگید من مخالف اسلامم، من مخالف جمهوریت، من گفتم هستم، ببینید یعنی کاری نمی کنم علیش، یعنی آره شاید مخالف، یعنی شما آقای خامنه ای میگه دشمنم اگر هستی دشمنی نکنید، یعنی این جمله، یعنی نه نه من ولی ببین فعالیتی دشمنم ندارم هست، دیگه، نه فعالیتی اونی ندارم که دیگه، حضرت آقا میگه، ببین اونی که حضرت آقا میگه رو خودتون قبلا بهتر از این توضیح دادید، ما قبولم داریم که گفتید از وقتی که آقا گفتن که اگر وطنت رو دوست داری دشمنی ها رو بذار کنار، بله این مسائل وجود داره. اما اونی که من به شما میخوام بگم اینه، ما یه روایتی داریم توی دین ما، میگه شرف المکانه بالمکین، نمیدونم تو حالا شنیدید یا نه، اینکه یک سرزمینی، یک آب و خاکی در یک منطقه اسمش کشوره، خب شرف اون رو توسط آدمهای اونجا ساخته میشه، یعنی اگر قداستی روی مملکت، روی وطن هست، به خاطر اینه که اون افرادی که توی اونجا زندگی میکنن به اینجا قداست دادن. ما میتونستیم همین حکومت رو فرض کنید ما همین مردم توی آمریکا داشته باشیم، توی یک جای دیگه داشته باشیم، خب این از این. لذا اینکه جمهوریت اگر نباشه، اسلام اگر نباشه، این یک پارچگی قطعا نخواهد بود، چون یه بحث جمهور دیگه، مردم اینه ما، یه بحث دیگه، یه چون بحث ولی جمهور، بله بفرمایید، چون جمهور مردم ما این رو خواستن. شما نگاه کنید این خودش یک اعجازه. خب من نمیدونم اون دوره‌ای که آمدن گفتن مسیح ظهور کرده، مسیحیا نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به حضرت امام، چرا این اعجاز رو ما امروز باید بذاریم کنار؟ واقعا اگر کسی شرف رو به میدان بگذاره متوجه میشه که قشر مسلمان شیعه و سنی داخل کشور به رهبری یک شیعه امروز توانستن در مملکت ما شرف رو به اوج برسونن. اون آقایی که توی لایف داشتش میگفتش که انسانهای بزرگ ساخته نشده، من میخوام کاملا بگم اشتباه کردن ایشون. چرا؟ چون انسان ببینید شما یه بحث رو الان متفرق میکنید، بحث جمهوریت که البته من اعتقاد دارم سیستم جمهوری اسلامی هر چی ضربه خورده از جمهوریت، هر جایی که به نفعمون بوده اون بخش نهاد پادشاهی پنهانه که به اسم ولایت فقیه ما میشنویم، یعنی این یه دوگانگی در جمهوری اسلامی از حرف منم نیست، اصلا آیت الله های مرجع خیلی گردن کلفتم در این حوزه، حتی با خود آقای خمینی هم درگیر بودم، من برنامه‌شو ساختم، یه بحث خیلی پیچیده‌ایه، من یعنی اینجا یه اختلاف نظریه، ولی بحث اساسی حالا شما میخوای این شر... صدا من الان هست، اوکیه صدا، اوکیه صدا، اوکیه صدا ما دارید، صداتون رو ندارم امید. دوستان صدای منو دارن؟ عزیزان من صدای شما رو دارم، بذارید ببینم که مشکل از کجا میتونه باشه، صدا الان هست که همه چی، دوستان صدا دارن؟ قطع میشه، قطع خب میشه، اینترنت نه قطع. نه اینترنت،
خانه اصلا اینترنت شما ضعیفه عزیز، اینترنتتون شما ضعیفه. الان صداتون رو دارم الان صدا. آره اینترنت شما ضعیف بود عزیزم، صدا بود. ولی اینو بگم که ببینید بحث این بخشی که شما میگید جمهوریت، که من اعتقاد دارم اتفاقا برعکس، یعنی ما هر چی سر جمهوریت بود مثل عدلش روحانی و خاتمی در اومدن، اینجا اختلاف نظره. سر اون بحثش که شرف هم که شما میگید اینو مثلا میبرید توی داستان اسلام، من باش مشکل ندارم اما ولی خب ما اعتقاد داریم نه، این شرفه از اون بحث ایرانی بودن و بحث تمدنی و اینجور چیزا میاد و اصلا ما اعتقاد داریم شیعه هم یک تعریفی ایرانی از اسلامه، ما اینجوری فکر میکنیم به قضیه. ولی هر جور ما فکر میکنیم ولی براش حاضر نیستیم بیایم بجنگیم حتی. یعنی ما امروز توی اتاق فکرمون میگیم ما این عقاید رو داریم، سر عقایدمون هم موندیم، ولی عقایدمون رو چیکار کردیم؟ به خاطرش نمیگیم حتی وارد گفتگو بشه. من دو شب پیش منو دعوت کردن توی یه کانال ماهواره‌ای، خب طرف داره کوروش رو رد میکنه با لباس مذهبی هشتگ شیعه میپرسنم میذاره، ما رو دعوت کرد که مثلا ما بریم اونجا از کوروش دفاع کنیم که ناخواسته یه حمله هم به موازین شیعه و اسلام کنیم. ما نرفتیم، یعنی دم به تله ندادیم برای این فضا. بله به اینکه این آدما خودشون هم بیشتر ضربه میگن مارادونا رو ولش کن قزنفر رو بگی، وقتی یارو میزنه هشتگ شیعه میپرسن در حقیقت سیبل میکنه اون باورهای شیعه رو که بهش حمله بشه دیگه. اصلا اگه من چه موافق باشم چه مخالف باشم، من اصلا دیگه نیاز نیست برم خودم رو خراب کنم. یعنی انقدر که یک بخشی از نیروهای مذهبی توانایی دارن تو خراب کردن قضیه. ولی چیزی که هست، ما یه عقایدی داریم که این عقاید اصلا گذاشتیم چون میبینیم اصلا اقتضاعات زمانه و اصلا دیگه موضوعیتی نداره. یه زمان بچه بودیم فکر میکردیم موضوعیت داره، میبینیم یه سری چیزا دیگه حرفه ولی در عمل مثلا حالا بریم ساعت ها صحبت کنیم، قاسم سلیمانی برای شیعه رفت مثلا جنگید، برای ایران رفت، اصلا میتونیم ساعتها بس کنیم. ولی نتیجه عملا اون اتفاقی که افتاده، خب بالاخره داریم میبینیم حفظ اینا بوده، بالاخره مسائل مشخصه چون طرف مقابلی هم که داشتن میجنگیدن اونا مسلمون بودن. برای همین ما اصلا میگیم وارد بحث دیگه نمیشیم، ما میگیم آقا شما به اسم شیعه، به اسم اسلام ناب محمدی، به اسم جمهوریت، تا جایی که میخواید برید قدرت نظامی رو دارید توانمند میکنید، ما حمایت میکنیم. باهاتون هم نمیام دیگه درگیشیم که آقا نه این حالا شما برای ایرانه برای شیعه نیست. ما میگیم آقا شما به هر اسمی، به اسم آتئیسته، به اسم اسلام ناب محمدیه، به اسم شرف اسلامیه، شما دارید قدرت نظامی این کشور رو قدچیز میکنه، این نظام داره تأمین میکنه. ما تو این 1400 سال یه همچین قدرت نظامی نداشتیم، یه همچین استقلالی نداشتیم. برای یه ملیگرا چه چیزی مهمه؟ اون ملی استقلال و قدرت نظامی، مثل مادری که شاید بچه باش مشکل داشته باشه میگه آقا تو منو فوشم بده ولی برو درستو بخون دکتر شو. حکایت جریانی مثل اردشیر زاهدی ها و ماها اینه. یعنی این کل فکر کنم خیلی خوبم تعریفش کردم، این کل داستان ماست. نه ببینید من بخشی بازم از این صحبت ها رو قبول دارم. من میخوام بگم اگر اسلام ضربه بخوره وطن ضربه میخوره، اگر جمهوریت ضربه بخوره باز وطن ضربه. به خاطر همین خود حضرت امام فرمودن نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خب ما باش مشکل نداریم، یه حرفی نمیزنیم دیگه. خب ما الان ما متوقف کردیم دیگه، ما 2017 اینه که شما میگید ما فهمیدیم. الان ما میگیم شیعه، ما میگیم شیعه ضربه بخوره ایران ضربه میخوره. برای همین تمام فعالیت های مخالفت با دینمون نه تنها متوقف کردیم، حتی تبلیغ زرتشتمون هم متوقف کردیم. ببخشید من تمام صحبت ها و انتقادم تو این بخش های از صحبته. مثلا شما میگید ما تنها شیعه، خب وقتی رهبر یک مملکت یا به قول شما پادشاه یک مملکت یه بحث شیعه و سنی در خلال این صحبت ها شما فقط از شیعه صحبت میکنید، مثلا این خودش یک اختلاف داخلی ایجاد میکنه، این رو ما بهش میگیم تناقض. یا در خلال مثلا ما اینو نمیگیم وقتی ما مورد پرسش قرار میگیریم، یعنی ما همش از این گفتمان ها فرار میکنیم. ولی حالا شما که دمت گرم اومدی، خیلی توی فضای خوبی داری این بحث رو مطرح میکنی، ولی بعضی اصلا تو فضای بدتر میان این قضیه رو مطرح میکنن، ما بازم فرار میکنیم. ولی الان شما حتی با زبان خوبم که قضیه رو باز کردی، وقتی که دیگه مثلا از ما میپرسن ما میگیم، یعنی ما اصلا نمیایم تو برنامه‌مون تبلیغ کنیم که آقا مثلا همه چی بسته، مثلا ما کاری به اسلام شیعه و اینا نداریم، همش تلاش میکنیم فرار کنیم. بقیه هستن به زور میخوان که این بحث اسلام شیعه رو اما بپرسن. خب ما نمیخوایم واردش بشیم. ببینید ما
چجوری رک بگم، برای نه ما من بحث میخوام بگم که جمهوریت و امروز اسلامیت تبلیغ هیچ موضوعیت شیعه نداره. تبلیغ وطنه، تبلیغ اسلام تبلیغ وطنه. اصلا من تبلیغ شیعه که تبلیغ ایرانه اصلا مخالفت ندارم، یعنی هیچ مشکل. من تو کلی از برنامه هم که تبلیغ شیعه تعریف آقای خامنه ای هم کردم، یعنی هیچ مشکلی به من میگم آقا من نگاه خودم رو بگم، من چه آتش شیعه که کلا تماما فرهنگ ایران اومده بالا، ولی اون شیعه، یعنی میخوام بگم یعنی حتی من خوشم هم میاد از شیعه چون فرهنگ ایران اومده بالا، ولی حتی اگر شما امروز آتئیست هم باشید، خروجی این آتئیست دفاع از منافع ملی و قدرت، حفظ قدرت و بنیه دفاعی باشه، من از اونم دفاع میکنم، چه برسه به شیعه ای که بالاخره بخش قابل توجهش زیر مجموعه فرهنگ ایرانه. یعنی من مشکلی ندارم، تکلیف من مشخصه، منتها یه سری از بخش مذهبی هستن میگن نه، تنها کسانی برای جمهوری اسلامی دفاع کنند که 100% مسلمان شیعه معتقد باشن، که خب من نیستم، اونو به خودشون اصلا این مربوطه. حالا خلاف موازین خود آره رهبری و صدر امام. او خامنه ای که ببین خامنه آیه خامنه ای و بخش الیت در این نظام در سطح بالا اونا میدونن چه خبره، برای همینم هم اونا اومدن ندا رو به ماها دادن، اومدن هم تو سخنرانیاشون و تو خیلی جاها ندا دادن. مون تو هر جریان فکری دستبندی و طبقه بندی داره دیگه، شما تو هر جریان چه از هواداران تیم یک فوتبال که بگیرید، چه پرسپولیس چه استقلال، وقتی میرید تو استادیوم یه لولی هستن سطحشون بالاتر، یه لولی هم مثلا سطحشون پایینتر، فوش خارمادر میدن حالیشون نیست. توی هر جریان فکری هم همینه، یعنی تو هر جریان فکری هم بعد طبقه بالای حامیان جمهوری اسلامی که تو اتاق فکره، اینا میفهمن افرادی مثل من و اردشیر زاهدی یک تار مومون یا یک کلمه صحبتمون هزاران برابر از کسانی که با لول در حقیقت با برند حمایت از جمهوری اسلامی مثلا سخنران هستن، مثلا حسن عباسی و رایفی پور، ارزشش بیشتره. چون ببین شما، ما چجوری مثل ما مثلا شما مفسرین اسلامی در این حکومت مثل ماهیگیری که با قلاب دارن ماهی میگیرن جذب نظام میکنن، افرادی مثل من و آقای زاهدی صید ترال داریم میکنیم و اونا میفهمن. اونا بعد میگن حالا مهم نیستش امید دانا مثلا معتقد به اسلام شیعه هست یا نیست، یا اصلا امید دانا مشروب میخوره که میخوره، مثلا مهم نیست برای اونا، اونا میدونن ما چی کار میکنیم. این بحثا توی لول پایین بچه های حامیه و مذهبی جمهوری اسلامی داره چیز میشه، که الان مثلا یه کانالی بود من دعوت کردم، یکی دیگرش مثلا پریشب میگم من به خاطر که تو 7 8 سال پیش توهین میکردی به اسلام شیعه، من میام تو رو میکشم، هوادار آقای خامنه ای هم هست. حالا سوال اینجاست این ابله مثلا چرا 7 8 سال پیش نمیخواست منو بکشه؟ اون دیگه به خاطری که میگن شما تو هر جریانی تندروهاشون خودشون ضربه میزنن به اون باور، هر جریانی ها، من اصلا کاری به دین و مذهب، هر جریانی تندروهاشون خودشون ضربه میزنن. امروز هم به این نظام ضربه‌ای که داره در وهله اول میخوره حامیان تندروشه، یعنی حامیان تندرو میان خوراک میدن به اپوزیسیون، اونا خودشون ضربه میزنن. ولی در مورد ما موضوعمون مشخصه، موضوع ما خیلی شفافه. ولی خیلی صحبت خوبی بود، بازم اگه چیز مورد دیگه هست در خدمتم. نه خب صحبت زیاده، ولی جدای از همه این بحثا من یه سوالی کنم و رفع زحمت کنم. در خدمت بدید. خواهش میکنم. ما توی اسلام در رابطه با انقلاب اسلامی 1400 سال پیش روایت داریم، در رابطه با این قضایای کنونی که مثلا امیرالمومنین میفرماید که روزی خواهد آمد که تشبه الرجال و به النساء و تشبه النساء و به الرجال، یک زمانی میاد وضع حجاب اینطور میشه، تهران اینطور میشه، انقلاب میشه یا هر چیز دیگه، و همش اتفاق افتاد. خب ما این رو دیدیم در روایات، در قرآن، در احادیث. در رابطه با اسرائیل هم که حضرت امام و حضرت آقا میگن که چنین اتفاق خواهد افتاد که روزی اسرائیل از بین خواهد رفت، اون هم بر روی این روایات اسلامیه و هر آنچه اسلام گفت اتفاق افتاد. و ما در رابطه با ظهور بقیت الله العظم امام زمان اروان افتاد این روایات رو داریم، همچنان که اونها اتفاق افتاد این هم روزی اتفاق خواهد افتاد. اگر روزی امام زمان افتاد، ظهور اتفاق افتاد، شما چه کار میکنید؟ ببین این میگم دیگه، یه چیزی گفتم که اول صحبتمون گفتم، هر جرمه حتی این چیزی که شما گفتی اصلا مخالفت ندارم، اما اصلا هیچ مشکلی نه. من به یه زمانی من خیلی آدم بسته تندروی بودم، خیلی هم رادیکال بودم، ولی خب به هر حال بعد از اینکه الان من نزدیک 2 سال خورده، نزدیک 3 سال خورده تو زندان، آخرم 2 سال شد، 3 سال خورده در جمهوری اسلامی زندان بودم، بعد اومدم خارج از کشور، 33 خورده کشور سفر کردم، نزدیک
دو سه تا قاره عوض کردم، از سوئد تا کانادا، بعد رفتم آمریکا، بعد اومدم جزایر قناری. علاوه جغرافیایی تو آفریقا الان هستم، ولی علاوه سیاسی و نظر دولتی مال اسپانیاست. به هر حال از من یه موجودی ساخته که اون تندروی های اون گذشتم و یعنی تعاملم بخیرم. الان من اینجایی که نشستم، این همسایه‌مون مثلا، هر کدوم از همسایه‌مون یه دینی دارن، برای همین دیگه به یک پولاریس میرسیدم تو این قضیه. من با حرفایی که شما میزنید اصلا مخالفت ندارم، ولی اول گفتم و بهتون گفتم هر جریان فکری بسته تو حباب خودش زندگی میکنه. مثلا این چیزایی که شما گفتی، روایت ها، تمام این روایت ها، تو من کتابی بهتون معرفی میکنم، پیش بینی های جاماس بهش میگن، جاماس نامه، مال دوران ساسانیه. و خب مثلا وقتی میگم ما اعتقاد داریم شیعه برگرفته از فرهنگ ایرانه، چه از اسپندود کردنش، که چون اصلا آتش که تو اسلام نشانه شیطان و نشانه یک وسیله عذاب برای بنده گناهکار تو جهنمه، آتش برای مثلا نیست ایران، اینجور نیست. آتش که ما تو جایی که شنیدیم تو جهنم قراره ما مثلا تو دهن ما رو قرآن سرویس کنه. نه دیگه ما تو قرآن داریم دیگه. خب من نمیخوام بحث نه کنم، اینجا که چون به ازای بیننده داریم برای شبه آره، میشه. ولی ما به ازای 1 میلیارد مسلمون، 1 میلیارد تفسیر داریم، یعنی هر مسلمانی تفسیر خودش داره. زرتشت هم همینه، یعنی تو همه دینیه، من نمیخوام بحث کنم. ولی چیزی که وجود داره، مثلا همه این چیزایی که گفتیم، مثلا حالا امام زمان، خب تو باورهای ایران هم سوشیانته، خیلی از این پیش بینی هم که دشمنان ایران اینجوری میشن، اونطوری میشن، نابود میشن، قدرت ها به زیر کشیده میشن، توی روایت ها و پیش بینی های جاماس هم وجود داره. بنابراین مثلا الان نیروهای بعضی از نیروهای زرتشتی ملی گرا میگن همه اینا مثلا پیش بینی های جاماس به. حالا شما اینا رو به اسم اسلامش یه، ولی من در البته کل من میگم، یک مقداری از اینا رو خوندم. ببینید در مورد جاماس، حالا ببینید من میگم هر دوانه، من اصلا هیچ مشکلی ندارم، ولی اینکه شما گفتی امام زمان خیلی از پیش بیاد، بینیایی که ایشون گذاشتن به تحقق نپیوسته، ولی آنچه که تو اسلام بوده قطعا و یقینا پیوسته تمام و باورهای روز به حرفا روز. رو میزنن. یعنی شما الان اینجا بیاید بله با مسیحی با خب بودایی برای ما همشون مشاهده میگن پیش بینی، عینیه. من مشکلی ندارم، یعنی بله من نه شخصا سوالم این من بود میخوام بگم این چیزی که امید شما جان، میگی، ولی سوالم همه این بود، باور رو میده. اگر امام زمان ظهورش اتفاق بیفته شما چه کار حالا میکنید؟ ظهور کنم باز باشون یه جلسه بزنیم صحبت کنیم. انشالله. البته جلسه با ایشون گذاشتن همیشه و هر ساعت هست. حالا سخنرانیاشون رو گوش میکنیم، اصلا برم سخنران، من مثلا خامنه ای رو یه زمانی متنفر بودم، سخنرانیاشون رو گوش کردم دیدم حرفای حسابی میزنن. یک بخشی هم در جمهوری اسلامی الان هم حرف میزنن حالم بد میشه. مثلا من هر کانالی که تبلیغ شیعه رو میکنه در ایران، که عمومم از قم داره پخش میشه، تا باز میکنم حالم بد میشه، یعنی خدا شاهده به مرگ مادرم دو سه شب پیش. بخشش یکی هم از از انگلیس ها. آره حالا نه، این یکی که دارم میگم مال آیت الله قزوینی، اینا یه کانالی به نام ولیعصر، دو سه شب پیش منو دعوت کرد، من نرفتم. بعد خب آدم کنجکاو، میخواست در مورد من صحبت کنه، آدم کنجکاو میشه ببینه در مورد چی گفته. فردا صبحش من زدم که ببینم این در مورد من چی گفته، یه برنامه 1 ساعت و نیمه بود. بعد من زدم ببینم این کانال تبلیغ شیعه میکنه در مورد من چه حرفایی زده. بنده خدا مؤدبم حرف میزد، ولی من 20 دقیقه اولی که گوش کردم خاموش کردم، یعنی حتی هنوز به بخش من نرسیده بود، یعنی نتونستم تحمل کنم که بشینم گوش کنم. یعنی وقتی که اینا صحبت از تبلیغ اسلام شیعه میکنن، من اصلا فرار میکنم، یعنی نمیتونم گوش کنم، اینقدر که اینا به تنهایی این بخشی از این مبلغان شیعه در ایران هنر اینو داشتن که مذهبی ترین آدما رو مخالف خامنه ای کنن، یعنی باید بهشون واقعا تبریک گفت تو این زمینه. من قبول دارم. بله قبول دارم. بله به هر حال دمتون گرم، اومدید بالا، صحبت خوبی بود، خیلی صحبت سلامت خوبی باشید. بود، لطف مرسی، کردید، بعد انشالله شما که بشم موفق و معید باشید. زنده تشکر میکنم باشید، از اینکه من آوردید. زنده ممنونم، باشید. خدا بذارید آوین عزیز رو بیانیم بالا، ممنون، لطف کردید آوین جان، بیا بالا.